کتاب شب. با نام و یاد خدا، دوستان و همراهان همیشگی برنامه کتاب شب، سلام. این هفته هم با یک اثر داستانی در خدمت شماییم. کاری که برای این هفته در نظر گرفتیم داستان بلندی است به نام نفرت، دوستی، خواستگاری، عشق، ازدواج، نوشته آلیس مونرو و ترجمه ترانه علی دوستی که مریم نیکرو برای رادیو تنظیم کرده. این داستان بلند از مجموعه داستان رویای مادرم انتخاب شده که نشر مرکز اون رو به چاپ رسونده. از شما دعوت میکنم قسمت اول این داستان بلند رو بشنوید. سالها پیش قبل از اینکه عبور قطارها از آن همه مسیر فرعی متوقف شود، زنی با پیشانی بلند ککمکی و موهای فرفری قرمز وارد ایستگاه قطار شد و در مورد نقل و انتقال اساس خانه پرسجو کرد. مأمور ایستگاه معمولاً سعی می‌کرد کمی سر به سر مراجعین بگذارد، به خصوص آنهایی که ساده‌تر بودند و گویا از این طرز برخورد استقبال هم می‌کردند. گفت اساس؟ طوری که انگار چون این فکری هرگز تا پیش از این به ذهن کسی خطور نکرده است. پرسید خب حالا منظور چه نوع اساسی هست؟ زن جواب داد یه میز ناهارخوری با 6 صندلی، یه سرویس خواب کامل، یه کاناپه، یه میز قهوه خوری، یه آباژور و چند تا میز اصلی. 2 بوفه هم هست، یکیش بلنده و یکیش هم کوتاه. مأمور گفت چه خبره؟ یه دفعه بگین یه خونه کامل رو میخواین جابجا کنین دیگه. زن گفت نه، در این حد نمیتونه باشه. وسایل آشپزخونه بینشون نیست و همشون توی اتاق جا میشن. دندانایش طوری جلوی دهانش جمع شده بودند که انگار آماده دعوا هستند. مرد گفت باید کامیون بگیریم. زن گفت نه، میخوام با قطار بفرستمشون. میخوام برسونیدشون سمت غرب به ساسکاچوان. زن با صدای بلند با او حرف میزد، انگار که طرف کر یا احمق است و تلفظ کلماتش هم ایرادی داشت. یک جور لهجه خاص داشت. مرد فکر کرد هلندی است. هلندی های زیادی به این اطراف آمده بودند، اما یوغوری زنان هلندی یا پوست خوب صورتی رنگ یا موهای بلوند آنها را نداشت. احتمالاً 40 داشت، ولی خب که چه، ملکه زیبایی که نبود. مرد جستی کاملاً کاری گرفت و ادامه داد اول باید یه کامیون بگیرین که اساس رو از هر جا که هستن بیاره اینجا. تازه باید ببینیم مقصدشون جایی از ساسکاچوان هست که قطار ازش رد شه یا نه. اگه نه باید ترتیبی بدین که مثلا توی ریجاینا تحویلش بگیرن. زن گفت مقصد اساس گدینیاست، قطارم ازش رد میشه. مرد یک دفترچه راهنمای چرب و چیلی را که از میخی آویزان بود برداشت و پرسید چطور آن را هجی کنند. زن سر خود مدادی را که آن هم از نخی آویزان بود برداشت و روی تکه کاغذی که از کیفش درآورد اسم محل را نوشت. مرد پرسید ملیت اهالی اونجا چیه؟ زن گفت نمی‌داند. مرد مداد را پس گرفت تا خطوط را دنبال کند. گفت اون طرف ها همه چکن یا مجار یا اوکراینی هن. این را که گفت به سر زد که نکند زن مال یکی از این جاها باشد. اما که چه؟ او فقط داشت واقعیتی را ابراز میکرد. گفت اینهاش، بسیار خوب، توی مسیره. زن گفت خب، میخوام جمعه بفرستمشون، میتونین این کارو بکنین؟ مرد گفت آره، ولی نمیتونم دقیقا بگم چه روزی میرسن. کلن بستگی به اولویت مقصدها داره. اونجا کسی هست که منتظرشون باشه؟
زن جواب داد بله. مرد گفت جمعه یه قطار مختلط هست. 2:18 بعد از ظهر. وانت جمعه صبح میاد دنبال اساس. همینجا زندگی میکنیم؟ زن نشانی را نوشت، خیابان نمایشگاه شماره 106. پلاکبندی خانه‌های شهر به تازگی انجام شده بود و مرد با اینکه می‌دانست خیابان نمایشگاه کجاست، تصوری از آن خانه نداشت. اگر زن نام مک‌کالی را به کار برده بود، شاید مرد اشتیاق بیشتری نشان می‌داد و همه چیز طور دیگری پیش می‌رفت. آنجا خانه‌های جدیدی وجود داشتند که با اینکه اسمشان خانه‌های دوران جنگ بود، بعد از جنگ ساخته شده بودند. مأمور حدس می‌زد این هم یکی از آن خانه‌ها باشد. رو به زن گفت وقتی اساس رو تحویل دادین حساب کنین. زن گفت در ضمن یه بلیتم برای خودم میخوام توی همون قطار. مرد پرسید برای همونجا که اساس رو میفرستین؟ زن گفت بله، به همون مقصد. مرد گفت با اون قطار میتونین تا تورنتو برین، ولی بعد باید منتظر قطار بعدی بشین که 9:30 حرکت میکنه. کمی مکس کرد، بعد پرسید بلیتتون با تخت باشه یا مبل؟ با تخت بهتون کوپه خواب میدن، با مبل باید توی کوپه عادی بشینید. زن گفت که می نشینن. مرد ادامه داد اونجا منتظر قطار مونترال میشین، اما اونجا پیاده نمیشین. اونا فقط خطتون رو عوض میکنن و وصل میشن به واگن‌های مونترال. بعد چند تا ایستگاه رو رد میکنه تا ریجاینا. اونجا باید پیاده شین و ترن محلی رو سوار شین. زن طوری سرتکان داد که یعنی بهتر از زودتر برود سر اصل مطلب و بلیت را به او بدهد. مرد در حالی که لحنش را کندتر می کرد گفت اما قول نمیدم که اساستون همزمان با شما برسه. فکر نکنم تا 1-2 روز بعد هم برسه، به دلیل همه اولویت ها. کسی میاد دنبالتون؟ زن گفت بله. خوبه، چون اونجا خیلی شبیه یک ایستگاه قطار نیست. دهات اونجا مثل اینجا نیستن. بیشترشون هیچ امکاناتی ندارن. حالا زن پول بلیت مسافری را از میان لوله اسکناس تا شده‌ای که توی یک کیف کوچکتر پارچه‌ای داخل کیف دستیش داشت درآورد و پرداخت کرد. مثل پیرزن‌ها بقیه پولش را هم شمرد، اما نه اونطور که یک پیرزن می‌شمرد، بلکه توی دستش نگه داشت و چند بار رو به آن پلک زد، اما معلوم بود که حتی یک پنی را هم از قلم نینداخته است. بعد هم با بی‌ادبی پشت کرد و رفت بدون خداحافظی. مرد صدا زد جمعه میبینم اتون. زن در این روز گرم سپتامبر یک کت بلند خاکی رنگ به تن داشت. همینطور یک جفت کفش لژدار تختبی و جورابای ساق بلند. مرد داشت از فلاسکش قهوه میریخت که زن برگشت و زد به دریچه. گفت اساسی که دارم میفرستم همشون حسابی هم. مثل نو میمونن. نمیخوام خش بیفتن یا ضربه بخورن یا به هر شکل خسارتی بهشون وارد بشه. نمیخوام هم بوی گاو و گوسفند بگیرن. مرد گفت خب راهن به حمل و نقل وسایل وارده. از واگن‌های حمل خوک که برای جابجا کردن اونها استفاده نمی‌کنه. زن گفت مثلا اینه که با همون کیفیتی به اونجا برسن که از اینجا رفتن. مرد گفت خب میدونین وقتی اساستون رو می‌خرین توی مغازه است، درسته؟ ولی هیچ وقت فکر کردین چطور رسیده اونجا؟ توی مغازه که ساخته نشده، شده؟ نه، یه جایی توی کارخونه ساخته شده و بعد فرستاده شده اونجا و این کار احتمالاً با قطار صورت گرفته. پس اگه اینطور باشه این خودش نشون نمیده که راهن کارشو بلده؟ زن بدون لبخند یا هیچ نشانی از پذیرفتن حماقتش به زل زدن به مرد ادامه داد. بعد گفت امیدوارم کارشو بلد باشه.
مأمور ایستگاه بیچون و چرا ادعا میکرد همه ای مردم ده را میشناسد. معنیش این بود که نیمی از آنها را میشناسد. اکثر آنهایی که میشناخت اهالی آنجا بودند که در واقع بومی بودند. یعنی نه تازه دیروز به آنجا رسیده بودند و نه قصد ترک آنجا را داشتند. زنی را که عازم ساسکاچوان بود نمیشناخت، چون به کلیسایی که مرد میرفت نمیرفت، یا معلم مدرسه بچه های او نبود، یا در هیچ فروشگاه یا رستوران یا ادارهی که گذر او به آنجا افتاده باشد کار نمی کرد. در ضمن همسر هیچ کدام از مردانی که او در کافه ها می شناخت هم نبود. زمانی که زن داشت پولهایش را در می آورد، مرد با نگاهی به دست چپ او فهمید که ازدواج نکرده است. تعجب هم نکرد. با توجه به آن نوع لباس پوشیدن، بدون کلاه و دستکش در بعد از ظهر، می توانست زنی روستایی باشد. اما دودلی یا شرم معمول آنها را نداشت. تربیت روستایی نداشت. در حقیقت هیچ نوع تربیتی نداشت. با مرد طوری رفتار کرده بود که انگار مرد یک دستگاه اطلاع رسانی است. در ضمن یک آدرس محلی داده بود، خیابان نمایشگاه. کسی که زن واقعا او را برایش تداعی می‌کرد، راهبه‌ای با لباس شخصی بود که توی تلویزیون دیده بود و در مورد مأموریت تبلیغی که جای توی جنگل انجام داده بود صحبت می‌کرد. راهبه هر از چندی لبخند میزد، اما بیشتر اوقات طوری به تماشاچیان نگاه میکرد که گویی باور دارد بقیه مردم به دنیا آمدند که او حاکمشان باشد. یک کار دیگر هم بود که جوانا قصد داشت انجام بده، اما تا به حال آن را عقب انداخته بود. باید به فروشگاه لباسی به نام میلیدی میرفت و برای خودش یک دست لباس میخرید. تا به حال توی این مغازه نرفته بود. هر وقت چیزی لازم داشت مثل جوراب میرفت به مغازه کالاگانز که پوشاک زنانه، مردانه و بچگانه داشت. جوانا کلی لباس داشت که از خانم ویلز به او رسیده بود. چیزهایی مانند همین کتی که به تن داشت و هرگز کهنه نمی‌شد. سابیتا، دختری که جوانا در خانه آقای مک‌کالی از او پرستاری می‌کرد، هم لباس‌های گران قیمتی داشت که برای دخترخاله‌هایش کوچک می‌شدند و آنها را می‌فرستادند برای سابیتا. داخل ویترین میلیدی دو مانکن بودند که کت و دامن به تن داشتند. یکی از کت و دامن‌ها به رنگ طلایی چرک بود و دیگری سبز نسبتاً پررنگ. برگ‌های کاغذی بزرگ و عجق بجق اطراف پای مانکن‌ها ریخته و به ویترین چسبانده شده بود. این وقت سال که دغدغه اکثر مردم کوپته کردن و سوزاندن برگ‌ها بود، اینجا آنها مورد لطف بودند. جمله‌ای با خط سیاه و مواج ضربدری روی شیشه نوشته بود: آراستگی ساده، مدی برای پاییز. جوانا در را باز کرد و داخل شد. درست روبرویش یک آینه قدی او را در کت بلند مرغوب اما بیریخت خانم ویلز نشان می‌داد، با پاهای کج و کولهی که جوراب‌های ساق بلند آنها را پوشانده بود. البته که این کار را از قصد کرده بودند. آینه را می‌گذاشتند آنجا که آدم بلافاصله یک جمع‌بندی مناسب از کمبودهایش انجام دهد و بعد امیدوار بودند سریعاً این راه حل را برگزیند که چیزی بخرد تا این تصویر را دگرگون کند. کلک لو رفته‌ای که اگر او با تصمیم قبلی نیامده بود و نمی‌دانست چه می‌خواهد، باعث می‌شد از مغازه بیرون بیاید. جلوی یک دیوار ردیفی از لباس‌های شب بود که با تور و تافته و رنگ‌های رویاییشان کاملاً مناسب مجالس خاص شبانه بودند. پشت آنها در یک محفظه شیشه‌ای برای در امان نگاه داشتن لباس‌ها از دست‌های آلوده یک دوجین لباس عروس بود با پف سفید خالص یا ساتن وانیلی یا تور آجی رنگ پولک دوزی شده با منجوق‌های نقره‌ای یا مروارید‌های ریز. نیم‌تنه‌هاشان کوچک، دور یقه‌هاشان حاشیه دوزی شده و دامن‌هاشان با شکوه بود. حتی جوانتر هم که بود، هرگز چنین مناعت طبعی در مخیله‌اش نمی‌گنجید، نه فقط در زمینه پول که در رابطه با انتظاراتش.
دگرگون شدن و درخشیدن امیدواری ساده لوحانه ای بود. دو سه دقیقه طول کشید تا سر و کله کسی پیدا شود. شاید چشمی داشتند که از آن او را برانداز کرده بودند و فکر کرده بودند این زن از تیپ مشتری های آن مغازه نیست و منتظر بودند برود. اما جوانا قصد نداشت برود. طرف دیگر آینه رفت و از روی پادری کنار در قدم گذاشت روی یک قالی نفیس. بعد از مدت زیادی پرده پشت مغازه کنار رفت و خود خانم میلیدی در کت و دامنی مشکی با دکمه‌های براق بیرون آمد. پاشنه‌هایش بلند بود و جوراب‌های نایلونیش موقع راه رفتن جیرجیر می‌کرد. موهای طلاییش به عقب جمع شده بود. دوستان عزیز خسته نباشید. اولین قسمت داستان بلند نفرت، دوستی، خواستگاری، عشق، ازدواج نوشته آلیس مونرو رو شنیدید که امیدوارم مقدمه خوبی باشه برای همراهیتون در شبهای دیگه با ما. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم و یادآوری میکنم که چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب رو در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب خدا نگهدارتون.